درود خدا تو روح گل تک تکتون. خیلی خوش اومدید. پس از مدت‌های مدید خودم حضور پیدا کردم جلوی دوربین تا شما چهره نورانی و زیبام رو ببینید، چون خیلی درخواست کرده بودید. و شاید بپرسی که عرفان تاسکیک چرا عینک زدی؟ خب این یه سوال خوبه. دو تا دلیل داره. بعضی موقع می‌خوام زیاد کلا از عینک استفاده کنم. یکی این که نورا خیلی زیاده واقعا داشت منجب نابینایی می‌شد دیگه. کلا همه یوتیوبرای مشکل دارن. حالا به هر حال این نشون این که بهونه است. مورد مهم‌ترین نکته که من دارم از عینک الان از اونم این عینک دلقک استفاده می‌کنم اینه که این نشان از گنگ بودن من، این یعنی گنگم من، این یعنی من خیلی خفنم و من گانگم الان من اینم زد اصلا فاز گادپوری گرفتم، هنوزم صبرم لاین دودی یا مودی. بله شما میری الان کامنت میذاری، کامنتت چیه؟ بعد بالاخره بعد کلی مدت من جلو روی من کلی ازت کامنت بگم خود بفهم دیگه. کامنت میذاری که عرفان تاکسیک تو چقدر گنگی، تو چقدر خفنی، ای پادشاه لشکریان سم. همین الان کامنت کن 7-8 تا بذار حداقل برای شروع. الان بذار یه دقیقه بذار بعد بیا بهت میگم بذار. به حضرت عباس با همین عینک شب تو میام گوشتو چک میکنم بذار. و مورد بعد این که عرفان تاکسیک چرا چهره هات جدیدن تو ویدیوهات نیست یا کم هست؟ هست ولی کم هست. خب اینم یه دلیل خیلی خوب براش دارم، کلا دارم ماله میکشم. نه یعنی منظور اینه که این واقعا دلیل دارم. بچا اگر دقت بکنید جدیدن تعداد ویدیویی درست کردیم که ضبطاش خیلی طولانی، مثلا اون هاردکوری که ما رفتیم 500 600 تا فارم مزخرف بیکاربرد گندم ساختیم که تاش به هیچ دردی نمیخوره رو چندین روز طول ضبطش کشید. ضبط طول قدرت تکلم از دست رفت، چندین روز ضبطش طول کشید و مون من چجوری بیام تصویر بذارم. مثلا یه سری از متا که رفتا چون میریم یه 7 8 ساعت ضبط با بچه‌ها، معلوم نیست چه اتفاقی قرار بیفته، چقدر قرار طولانی بشه. یکی میاد دو تا برنامه راه میندازه، میریم یک با یکی نقش آفرینی بازی میکنیم، میریم یه جا دیگه مثلا شاپ بچه‌ها خریدن، کلی اتفاقای غیر منتظره میفته که طول میکشه. من اگه بخوام فیس کم بذارم میمیرم. ولی سعی میکنم ویدیوهای اینجوری مثل صمیم که میخوام با هم بریم ببینیم و این داستانا فیس هم باشه و تا حد امکان از فیس نورانی لذت ببرم. دلم واسهتون تنگ شده بود که اینجوری بیام جلو دوربین و کلا یه ذره کم بودم، ولی از سخت نگذاریم شما خوب حمایت کردیم. به نسبت اینکه اینترنت ها خیلی داغونه، ویو های کم بهتر شد به نسبت چند ماه گذشته، یکم بهتر شد و حالا راضی ام. خدا رو شکر دم تک تکتون گرم و خدا ان وقتی که من رو ویدیو ها میذارم اگه دقت کنید بیشتر شده باشه، ادیت هم بیشتر شده، زمانی که روشون میذارم ارزشی که واسهشون قائل میشم بیشتر شده، بعد تو برای هاردکور هم، برای متاکرافت، برای همه چی بیشتر شده. به هر حال چون گنگم بریم میمای شما تو دیسکورد ببینیم. اگه میخواید شما میم بفرستید لینک دیسکورد تو دیسکریپشن هست، برو جوین بده و تو قسمت سمی میم بفرست. ممکنه میمت جزو لجند ها بشه و تنها چیزی که به تعلق میگیره اینه که هیچیه تعلق نمیگیره در حقیقت هیچی. بریم توی میماتون. واردن عرفان حاجی من هی فرار میکردم، به خدا میترسیدم هاردکورم سر یه واردن دلقک از بین بره. بگن آقا تراب نترسه، عرفان تاکسی چرا از واردن بترسه؟ که من نمیترسم، ولی تراب نمیترسه. یعنی گردن تراب نندازید، همون گردن من بندازید. بازش خدافظی جان تاکسیک ورد قسمت 46 سروایوول. فکر کنم آخرین قسمت سروایوولی که گذاشتم و من یه سری سروایوول دارم برای بچه‌ای که شاید جدیدتر با اون آشنا شدن و ندونن که خب اون اولین باری بود که من تقریبا رفتم ماینکرافت رو یاد گرفتم و اونو با کامنت های بچه‌ها گرفتم و سری شروع کردم. یه سری مسخره ای، حتی فارم خاصی هم توش نداریم، فقط همینجوری سنگ رو سنگ چیدم، قلعه ملعه ساختم و اونم حتی توش ریدم و مثلا ولش کردم دیگه. اون سری رو فکر نکنم بهش برگردیم مگر یه روز برای تجدید خاطرات. فعلا رو هاردکور تمرکز کردیم. متاگرافت سه ماشین پشت به پشت خدمت میرسیم. این شوتیا عرفان میخوام 100 تا فارم گندم بسازم، 54 تا فارم ساخت. خب خسته شدم، پروژه تموم شد. مرد حسابی تو برو 54 تا بساز، خسته میشی تو هم. 100 تا هم واقعا میشد بسازیم، چون 54 تا ساختیم 100 تا کاری نداشت. ولی چرا میدونی همون 54 تا هم تو بعد خود بپرسی چرا؟ من بعد خودم هر روز میپرسم چرا واقعا، که چی یعنی تاش ساختم واقعا، که به کجا برسم، من دارم با زندگیم چیکار، نمیدونم، اطلاعی ندارم. بریم میمه بعدی. آره گلم ها دارن خیلی عادی زندگیشون میکنن، عرفان با عکس فولن چنتش تو مپ میچرخه ایز رو اعصابن. اینا باعث پایان هاردکور میشن. آخه ببین چی بهت گفت. آیرن گلم قدرتش زیاده، کریپر منفجر میشه، اسکلتون ایمبات داره. آقا تراب ببین من پول زیاد دارم، چقدر میگیری شکست بخوره رفیق؟ همینه آقا تراب، پول زیاد داره، گنگ گانگ همه چی هست، اصلا دیگه توضیح ندارم. قوی ترینه. از یه خانم سنشو نپرس، از یه آقا حقوقشو نپرس، از عرفان مقدار فارمای نمش رو نپرس هرگز، چون دیوونه تر از چیزی که تو فکرشو بکنی. 17 تا کامنت گذاشتی یا باید بیام تو خوابت؟ عرفان تو ماپ آیرن گولم میبینه. وای چقدر جوون بودم همین 2-3 سال پیشه، 3 سالم نه 2 سال و نیم. چقدر جالب قیافه رو حاجی پشما، اون موقع گانگ نبودم زیاد. بیا جلو خوبه سگ پدر سگ چه خبره پدر سگ وای بریم بعدیم. اینا رو نذارید خواهشن دوستان نبینن. وقتی برای 10 سال فامیل دورتو میبینیم و میگن چقدر بزرگ شدی، همون لحظه تو این عکس من از کجا آوردی چیتونم؟ اینجا قطعا از رفیقم که اومده فرستاده تو دیسکورد. اشکال نداره، اشکال نداره،
زمین گرده، بد گرده، تش میره تو خودت آقایی که داری این ویدیو رو میبینی. ولی اینه اینکه هم گانگه ها، بعد اینه اینکه رو بزنم. میخندی؟ تو نباید بخندی، من میخندم اینجا. عرفان در حال تمرین تو باشگاه. خب بچه به به، این منم، چقدر گنگم، کاپتان آمریکای اصلی، The First Avenger. یاد علی لیندا میفته؟ دقیقا اعصابم خورد میشه حتی وقتی یادشون میفتم. نوبه سر هم نه، من تکذیب میکنم اتفاقا، علی و لیندا خیلی بچه خوبی هن، رفیقای خوب، ولی واقعا منو عذاب میدن. یاد بدبختی هم افتادم با علی و لیندا. شهید هاشم دیر نخلو رقصیدیم تو جز. این چیه درست کردید؟ واقعا چرا اینا رو درست نید؟ رقصیدیم تو جزیر اما دیگه فردا نیستی منو تنها میذاری بیش سنگا. الان دیگه برو با آهنگای گادپوری. اتفاقا یکی از بچه های تاکسی گارمیو تو خیابون دیدم تو محل خودمون و گفتش که عرفان تاسکیک چرا گادپوری نمیخونی تو ویدیوهات؟ خب تتلو میخونی، همه رو میخونی جز گادپوری. گفتم باشه گادپوری، بیا به عشق خودت گادپوری. هنوزم صبرم لاین دودیا مودیا. بزرگترین پروژه جهان برج خلیفه. نخیر، فارم های گندم عرفان تاسکیک و آقا تارا. مادر عرفان که میگه من اتاق خواب رو میخوام فرناز. البته که خب این ویدیو رو هر کی ساخته معلومه فن فرناز بوده، وگرنه که من گیگا چدم، اینی که همش داده حرف میزنه قر میزنه فرنازه. بچه ها راستی یه چیزی بهتون میگم راجع به من و تمام بچه های متاگراف، یعنی من فرناز، سینا کرش، گروه بی تی اس تو متاگراف، بچه همه، استاد فازی، علی اصل، بیگ سد، همه بچه متاگراف، بچه ما هممون رفیقیم، واقعا رفیقیم در دنیای واقعی. خیلی همدیگر رو دوست داریم، خیلی به هم احترام میذاریم، هر روز با هم صحبت میکنیم و چیزایی که تو گیمه صرفا برای خندیدن شماست که از قبل با هم هماهنگ میکنیم. نقش آفرینی مثلا من با فرناز دعوا میکنم، مثلا با سینا دعوا میکنم، سینا مثلا با من دعوا میکنه، اینا همه واقعا جدی نگیرن. تو میدونم خیلی تو میرونی، ولی یه سریاش از سنشون کم تر باشه این داستان رو جدی بگن. لطفا تو کامنت ها هیچ کس بهشون توهین نکنید و چیزای مربوط به گیم رو بنویسید و گیم رو با واقعیت قاطی نکنید. ما همه واقعا دوستیم. اتفاقا سینا هم یه چیزی راجع به موضوع گفت و واقعا با هم احترام میذاریم همدیگر، هممون خیلی دوست داریم و واقعا تا حالا اصلا دعوایی نیست بیرون بازی و همه اینا برای بازی و سناریوهایی که ما میچینیم که شما بخندید. البته به جز فرناز، من با این واقعا دعوا. فرناز عرفان هم اکنون در متاکرر. ببین چه زخمی بزنم حالا. از در دوستی وارد شد آقا تو را. عرفان از حرفام یه رونه؟ نه بابا، 100 تا از حرفام درستش همینه. روستای هاردکورمونه. آره اون اولاش، الان ببین چی شده. هی روزگار چه زود میگذری، الان داریم گوکاری میکنه فقط. عرفان و شولکه کرف و بس راجع به اینکه اون یکی از اون یکی فارماش اسکی میره تاکسی گارمکه منتظر فرصت ساس میم ساختم. ولی خب حقیقت ماجرا اینه، خب به هر حال چون بچه‌ها دیگه میدونید تراب سازنده ماینکرافته و خب ما فارما رو اختراع میکنیم و بقیه میان از رو ما میسازن. واقعا نه، آره نمیدونم. وقتی مهمونا میرن خونه و پدرمادرت هم میره که بدرقش میکنن و تا میمونی آجیلا. به به، عرفان هنوز بعد یک ماه. این افتضاحه، این آشغال چیه دیگه؟ گاد افل آشغاله، واقعا نرفتم بیارمش از انشینت سیتی، به ریسکش نمیارز اون واردن آخر خشتک میداره از ما. رفتار عرفان با علی و لیندا رفتارش و بقیه یوتیوبرها، چون بقیه یوتیوبرها انقدر ما فشار وارد نمی کنن که علی و لیندا میکنن. من با هیچ آهنگی گریم نمیگیره. ناموسواری، من مردم. خدای با سوز میخونم من بخونم. آقا موافق هستید رپ بخونم مثلا؟ نه باش نمیخونم. وقتی مامان بزرگ از دستشی میاد بیرون و میبینه مهمونا رفتن، وای قلبم 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 وای، رفتن بیرون، چه وضعیتیه این؟ بر مادرت درود. حفظ شو. بودو هنجانشون میگیرم. ما بزرگا میره مهمونا رو بیاره. عجب آدم سمی هم آجی الان که دقت میکنم از دور. دوتا ویلیجر رفتن انقدر داستان نداره فان تاکسی. اون موقع نوب تر بودم واقعا، هنوزم هستم. چی رو دیگه جلوشون بگیر؟ رفتن دیگه. بیا 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 بیا. اون یکی کو، اون یکی کو، اون یکی کو. بزاخیته ارفانز فیوریت مپ بیلاک، مپ مورد علاقه ارفان. بله ما صاف دوست داریم، صاف میکنیم. جایی صاف هم نباشه خودمون صاف میکنیم. متاکرف هاردکور فرق نمیکنه، صاف میکنیم. یعنی من تش اگه
این هاردکور یا متاکرافت رو تبدیل به این مپ فلت نکردم، از سگ کمترم. شولکر کرافت وقتی داره فارماشو از رو عرفان میسازه، بچه‌ها هم دیگه فهمیدن شولکر کرافت از رو ما فارم میسازه، نوتیف یوتیوب میاد عرفان ویدیو گذاشته هاردکور 100 تا فرم گندم اتوماتیک ساخته. آه وای، اینو بچه‌ها برام فرستاده بودن، خیلی خوب بود. کراش ما کراش بقیه، خدای کراش شما گانگ تره. چین آدم رایج این چپیه رو دوست دارن، سیگما واقعی، لجند واقعی، گیگاچت واقعی، کلوفت واقعی راستیه رو دوست داره، مگه نه؟ ویورها عرفان برو و گاد اپل رو از انشن سیتی بردار، عرفان میندازه تو آتیش متنو و بله دستاشو گرم میکنم. گاد اپل به چه درد میخوره؟ چیز اضافیه تو بازی. عرفان وقتی میبینش سینا کراش داره جنس های شب فرناز رو از اون تر میده، میام امریکا میکاشمه. خوبیش نه، نیازی نیست برم امریکا، سینا کراش همینجاست. گفتی این چنتت گلن اپل رو میاری؟ گفتم ایشالله، واقعا هم حالا ایشالله بعدم میاریم دیگه. بابات وقتی هفته سومده پیدارت کنی بری مدرسه. این عکس هم از کجا آوردید؟ این هم کار رفیق همه قطعا. اوکی اوکی، چرا اینا اینجاست؟ چه چیه این آخه؟ عرفان که داره میره مگا فارم گندم بسازه، من در حال آماده شدن واسه ساخت بیکاربردترین فارم تاریخ. وقتی میفهم اسپویل شده، اب نداشت اسپویلش، خودم اصلا گذاشتم اسپویل بشه در حقیقت. عرفان استفاده از اسکافولدینگ؟ نه بابا، درت بهترین بلاک موقت. خب این چیه؟ راجع متاکرافت هرچی است. خب دیگه فکر کنم تو متاکرافت چه خبره این روزا؟ کلا در متاکرافت وقتی میفهم به لیندا یه شالکر پرو کوارتز استاد فاضل سکته میکرد بنده خدا. فنا زهر رفتم و ریدن تو حال بقیه. همه هم یوتیوبرها ایدی میدن، اما عرفان ایدام تبریک نگفت. این خیلی خوب بود، همه دارن ایدی میدن عرفان ایدام تبریک نگفت. متاکرافت زاویه دید از متاکرافت، ببینیم چه خبره. این عرفان علی لینده تو متاکرافت کلن درگیری. عرفان که یه دعوای بزرگ تو متاکرافت درست شد. ببین من دعوا درست نکردم، اما یه ذره شر بپا کردم. عرفان در حال توضیح که چطوری قراره ورد متاکرافت رو صاف کنه. دنیز رفت میفه عرفان دیگه مجانی چیزی ازش نمیخواد. دنیز خیلی مشتیه خدایش، بهترین ایدیو بهم داد. عرفان وقتی میفهمه علی لیندا اومدن متاکرافت، کارتو گذاشتم رو میز، خرجشون کردم دیگه. عرفان دعوای داخل متاکرافت. بعد وقت نشه باشه ویدیو عرفان ببینی، ولی نمیتونی از زیر ویدیو کامنت من رو نبری، پس برو همین الان بذار. اگه خواستی ویدیو رو نبینی ویدیو کامنت من رو بذار، کم کار شدی یا فکر نکنم واسم نیست. خب اینو من قبلا دیدم ولی خیلی باحاله، یه بار دیگه با هم ببینیم. خلاصه متاکرافت اون اپیزودی که رفتیم خونه بسازیم با لیندا، اینا در حال توضیح دادن شکل وصل مورد نیاز خونه ماه شکلش دهن ما رو سرویس. استاد فازی که میفهمه منظورش از این مقدار کوارتز یه شالکه کن. وقتی هم اول ندر رو بازم قراره علی بفرد لابا. بله استاد فازی که واسه خونه لینده حالا باید کل امارالاشو خرج کنه. بعد بخوزد فایدی رید هم شد راست. داسته داشت بعد بختی ما رو بزنه. عرفان در حال توضیح این که وقتی من دارم یه جا رو میکنم شما پشت من نیایید لطفاً. انگار داری به دیوار میگی. لیندا که آخرش مرمی میشه خونه رو تنهایی بسازه. حقش. دبیر ریاضی شب امتحان تو خوابم. شب امتحان تو خوابم. بله. عرفان کامنت همون جواب داد. آو چه میمه مهربانونه ای. قلبم به لرزش در اومد. ولی خدای همیشه سعی میکنم لایک بزنم براتون رو جواب بدم. ولی میخونم حداقلش اینه که همه کامنت همون همیشه میخوام. چون خیلی حال میده واقعا. دمتون گرم بچه‌ها. لیندا علی در حال کشتن لینده برای اینکه سرشو بگیره، عرفان که سر دوتاشونو میخواد. اینو میذاره تو گوشش، اسپیدران 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 من پلی میشه. اون لحظه که میگم اسپیدران 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 انقدر بلاک میچینم اونجا که به گوه میکشم. الان داره به چیزای بد فکر میکنه. دیگه چه فارمایی هست که عرفان تو هاردکور نساخته؟ این سوال خوبیه، تو کامنت پاسخ بده. عرفان تو هاردکور، عرفان تو تاکسیکسون، فشار ماکسیمم. ویدر معمولی نه بابا، ویدر لیندا. این ایموجی نه بابا، عرفان تاکسیک. قیافه عرفان وقتی نوب بازی علی و لیندا رو میبینه. هی خدایا انقدر فشار خوردم که دیگه برام عادی شده. عرفان در حال جمع کردن کوارتز و فشاری شدن. هی اینجا تو باشگاه. عرفان هدگیر، لیست قربانیان لیندا و استاد فازی. نه من دنبال هد واقعی نیستم اتفاقا زیاد، ولی هد لیندا رو باید میگرفت. کی گفته تصویر سر ندارد؟ بذار ببینیم سر دارد. مغز من وقتی این تصویر خوبی چی میخوری؟ خیلی آه
چیپس میخورید بابا بس دیگه، آبرومون در سطح اینترنت بردید با این عکس خدا. چیزی که عرفان به علی لیندا میگه، علی لیندا تو اپیزود اول سروایوولش ساختن خونه عرفان بعد از 90 قسمت هاردکور. ما میدونیم ما ظاهر پسند نیستیم، یک گیگاچد واقعی، یک تراب واقعی، یک عرفان تاکسیک و تاکسیک آبی و یک سمی واقعی به قدرت فکر میکنه. فارم خوبه، فارم دوست دارم، خونمونه رو آسکالا میسازن مثل علی لیندا. دقیقا اول سایبابلشون ساخته. بح بح. ریاکت من به یه میم و ریاکت علی لیندا به همون میمو داره مقایسه. خوله عرفان بعد از 90 قسمت هاردکور. ببینم اگر زیر اضافه زده باشن همین الان میرم پیویشون. بچه ها ببینی خب همه یه سری اولویت ها دارن، اولویت ما زیبایی خونه، خوشگلی و آرامه. اولویتشون اولویت دلغکاست در حقیقت. خب منظور از اولویت چیزی که کلن دستون برمیاد. آها حق گفت، اصلا نمیتونن مثل من باشن، مثل آقا تراب من کسی میتونه باشه، علی لیندا که جای خود اصلا هیچ کس نمیتونه. اینا دیگه تاش بتونن خونه بزن، ولی خداییش من تهاجمی جواب دارم، اینا خیلی نرمتر جواب دادن. اولویت عرفان خفن بودن و گاد بودن توی ماینکرافت. آفرین، خوب جواب دادن، خداییش دمشون گرم، باری که بینم ازشون تشکر میکنم. سعی عرفان سعی میکنه بیشتر وقتشو بذاره رو عرفان، تو سر علی لیندا میزنه حقه. من بعد اولویت این دوتا رو از خونه های خوشگل تغییر بدم به گاد بودن و خدا بودن و ساخت فارم، ایشالله که بتونم. فعلا که فقط هم عذاب میکشم تو همه جا، متاگراف، تاکسیک زون، همه جا. یه تیکی از کلیپ قدیمیم شای نتو سیده I don't believe it. اینو دیلیتش کنید دوستان ادمین. این چیه؟ این چیه؟ داری به بابات نشون میدی که یوتیوب چه فضای دوستانه ایه. آفرین، اینجوری هم میم بسازید با چهره خودتون و میم های خیلی خفن. داری به بابات، به بابات نشون میدی که یوتیوب فضای دوستانه. بابات نشون میدی که یوتیوب خانوادگی، خودش خودش خانوادگی دوستانه. و ماینکرافت چه بازیه آموزنده ای. ماینکرافت هم آموزنده است، خانوادگی. حالا ببینیم غیر از اینه. آیا آقا تو کامنت ها بنویس غیر، نه همین آموزنده. حالا یه وقت بذارید میشه فیه همون لحظه یه چیز صورتی میدم. خب پیلان گفتش که یه چیز صورتی میبینم داره بهم نزدیک میشه. درت ما سوزید، بیاید کونم رو ببوسید. اینو ندیده بودم از تیم سارت. یعنی چی آقای تیم سارت؟ با ماینکرافت فامیلی فرندلی نکنید این کار. بیاید کونم رو ببوسید. من فقط میکروفون منم هستم. خب من نظرم عوض شد، من حرفم پس میگیرم. ولی من عمران چیز بدی گفته نمیدونم. اونمو ببوسید. من فقط میکروفونم نیست که کلفته ها. دقیقاً. قسمت اول متاکرافت. دقیقاً. دیگه تو راه بری. لباسات رو در میاره فرناز. نه یعنی چی سرش خوشگله لباسات رو در میاره؟ سرش خوش. نه سر تو میخوا کلم تیری شده. کلم تیری شده. آه خدای میلاد با ادبه بود. اونایی که میخوان جلو ما بگیرن یا اول فرد بیان جلو ما بگیرن. واقعا همه بچه مانکرفت بیادم هم که دید یه مدت طولانی یه کاری رو انجام نمیدید. یار خیلی خوبه، یعنی اصلا سلطان، یعنی تو متاکرافت میاد اصلا به یه برش هم نیست، همینجور میره یه گوشه درخ مرخ میزنه واسه خودش. حالا به زودی ویدیو با گیم یار هم میادش. بعد اون مدت طولانی که مثلا اون کار رو انجام ندادید انجامش میدید، چقدر بیشتر حال میده و چقدر پرتابش. چی گفتی آول پس؟ فضای دوستانه. یکی از بچه ها اینو برعکس فوتوشوپ کرد. چی سمیه مسافر رفتنهای آقا تراب. اینا بچه های اصلی میفهمم فقط. عرفان من گاد اپر را بر نداشتم برای اینکه کامنت بگیرم، ویورا که فکر میکردن ندیده، ولی واقعا این یه مورد برای کامنت نبود و واقعا ندیدم. انقدرم شیطانی کامنت نمیگیرم دیگه، شایدم میگیرم. اوه where is my backpack واسه. اوکی مشکل برطرف شد، شمشیر دایمندی و اینا. فقط اینجا ادامه این فاسی بترمان کرد خیلی وقت نذاشیم بعد بذاریم کردنش چه خورده داستانه، ولی به نظرم نکنیم، میتونم بکنیم با میکنیم، مهم نیست مثلا نیست چون دیگه الان قدرتمنده. فامیلی فرندلی جملات سس ماسی پارت 2 از منه. من جمله سس ماسی ندارم. سس
سخنان حکیمانه دارم. به بعضیا میگی کار خیر بکن، میگه من خودم هشتم گره نو همه خودم جام چه درست نمیشه، خودم پول ندارم چه جیب بقیه کمک کنم و جام چه درست نمیشه. اینا مثلا منتظره یه روزی به پولی برسه، یه روزی به درآمد بالا برسه که بیشتر به اینو اون کمک کنه، حالا چه مالی چه همینجوری. در صورتی که چقدر حکیمانه سخن میگم، نه ربطی نداره، دلیل نمیشه حتما زیاد کمک کنین. از هر پولی که در میاری میخوای ماهی 1 میلیون، ماهی 100 میلیون، چی در میاری همیشه یه بخشش رو میتونی کمک کنی، همیشه بخشش رو میتونی کمک کنی. بله. از بقیه چیزا همیشه همه منتظرن یه اتفاق بیفته که یه کاری کنن، هیچ کی فکر نمیکنه که شاید بعد یه کاری کنه که اتفاق بیفته. خدایش جمله سنگینی بود. همه منتظرن یه اتفاق بیفته که یه کاری کنن، هیچ کی یه کار نمیکنه که اتفاق بیفته. حکیمانه واقعا، حکیم تاکسیک. خب دوستان گلتر از گل من، خیلی ممنون که تا اینجا تا یوتیوب باز زبانم گرفت. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراهم بودید، عمرم لذت برده باشید. من که لذت بردم. میماتون خیلی زیاد باحال بود، خیلی شما روشون رد کنیم چون وقتمون محدوده، نمیشه ویدیو زمین خیلی طولانی کنیم. لایک کامنت سابسکرایب بتونن و تو ویدیو بعدی مراقب گل روی خودتون کسگارتون باشید، بیشتر میم بفرستید. میماتون خوبه، میخندم. فعلا خدافظ. ویدیو گیر نکردم، برو بیرون منتظر چی هستی؟ کامنتت هم بذار.